Bei einem Polizeieinsatz in Wolmirstedt nördlich von Magdeburg ist am späten Abend ein Mann aus Afghanistan mit tödlichen Schüssen verletzt worden. پلیس آلمان روز شنبه اعلام کرد که یک مرد دیگر افغان در شرق این کشور با یک شی شبیه چاقو به یک هموطن خود و تماشاچیان فوتبال حمله کرده است. به گفته پلیس این شهروند 27 ساله افغان عصر روز جمعه ابتدا با یک شی شبیه چاقو به یک هموطن 23 ساله خود در ولمرشتت، شهر کوچک در حدود 100 کیلومتری غرب برلین حمله کرد. مقتول بعداً در اثر جراحات وارده جان باخته است. زارب سپس به مهمانان در حال تماشای بازی افتتاحیه مسابقات فوتبال یورو 2024 در شرق آلمان حمله و 3 تن از آنها را زخمی کرده است. پلیس میگوید که این مرد بعداً به گروهی از افرادی که در حیات خانه شخصی تماشاگر بازی فوتبال آلمان و اسکاتلند بودند حمله کرد و 3 مرد آلمانی را با چاقو زخمی کرد که وضعیت 2 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. پلیس گفت که ضارب بعداً به افسرانی که به محل حادثه اعزام شده بودند نیز حمله کرده است. در نهایت 2 تن از ماموران به این مرد شلیک کردند و او را زخمی کردند که بلافاصله پس از آن در شفاخانه جان باخت. با این حال پلیس میگوید که انگیزه این حملات نامشخص است. مسابقات فوتبال در شهرهای سراسر آلمان برگزار می شود و تا 14 جولای ادامه دارد. وزارت داخلی ایالت زاکسن آنهالت که شهر ولمرشتت بخشی از آن است میگوید که پلیس حضور خود را در سراسر ایالت افزایش داده است. در هفته های اخیر چندین گزارش در ارتباط با حملات شهروندان افغان ساکن آلمان منتشر شده است. پلیس آلمان روز سه‌شنبه 22 جوزا اعلام کرد که یک جوان 19 ساله افغان به اتهام حمله با چاقو به یک زن 41 ساله آلمانی در شهر فرانکفورت دستگیر شده است. روز جمعه 11 جوزا نیز سلیمان عطایی جوان 25 ساله افغان با حمله به تجمع مخالفان اسلام در شهر مانهایم 1 پلیس را کشت و 5 غیر نظامی را زخمی کرد. در همین حال سازمان استخبارات داخلی آلمان هشدار داده است که تهدید عملات تروریستی در این کشور نسبت به سالهای گذشته به صورت چشمگیر افزایش یافته است. توماس هالدن وانگ رئیس استخبارات داخلی یا اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به خبرگزاری دی پی آی گفت که خطر حملات جهادگرایان نسبت به مدت‌های طولانی به این سو بیشتر شده است. او با اشاره به تهدیدهای کسانی که به صورت انفرادی افراطی شدند گفته است که افزایش خطر حملات تروریستی دلایل متعددی دارد. تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان به صورت عموم ایده جهادگرایی را تقویت کرده است.